در سوره مبارکه احزاب آیه 35 ده تا صفت خداوند بیان می‌فرماید. بسیار این آیه آیه زیبایی هست. ده تا ویژگی که بیان می‌فرماید که در کنار مرد زن اشاره شده. این ده تا ویژگی سه بعد از ابعاد وجودی انسان را شامل میشه. بعد اول بعد اخلاقی انسان هست، یعنی مراتب ایمان را اشاره میکنه. بعد دوم بعد سعادتمندی و تکامل انسان اشاره میکنه. بعد سوم بعد اجتماعی انسان اشاره میکنه. در این آیه مسئله اجتماع اشاره شده، مسئله عوامل سعادت اشاره شده و مسئله درجات ایمان اشاره شده و رمزی که تمام اینها رو بتونه روبرا بسازه، اون رمزش هم در آخر اشاره شده. خیلی عالی. من این آیه رو اشاره میکنم که چگونه یک زن در کنار مرد وظایف اجتماعی خودش بر اساس قرآن که کتاب معجزه پیامبر هست تا قیامت خداوند سبحان اشاره فرموده. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان المسلمین و المسلمات. بله. به درستی که مردان مسلمان و زنان مسلمان. کسانی که تسلیم خدا هستند. این مرتبه اول اسلامه. مرتبه اول اسلام اینه که به توحید، به یگانگی خداوند شهادت بده، اشهد ان لا اله الا الله و به رسالت پیامبر هم گواهی بده. بله. و اشهد ان محمد رسول الله. با این اللهم صل علی محمد و آل محمد، با این دوتا کلمه او میشه مسلمان. خون و جان و مال و ارز و آبروی او همو شعنیت ارز و آبروی یک مسلمان ره داره. والمؤمنین والمؤمنات. از این مقام بالاتر، چون انسان در حال تکامل هست، اینه که از مرحله شهادت تنهایی بالاتر بره. باز ببینیم مرد زن در کنار مرد زنم اشاره میکنه. مرد مؤمن مرد زن مؤمن زن مؤمن. ایمان اینه که علاوه ای که شهادت میده به قلب خودش هم این مطالب رو وارد میسازه. بله. یعنی ایمان به قلب نفوذ میکنه، فقط لغلغ زبان نیست. چون خداوند گاهی از انسانها گله میکنه، میگه اینها یقولون به افواههم. در واقع مسئولیت ها رو به خودش تلقی. بله. میکنه. برخی از آدما فقط با دهن صحبت میکنن، ولی این صحبت از عمق وجود اونها نشأت نمیگیره. یعنی ایمان قلب با زبان برابر نیست. اونو خداوند نمیپسنده. اینجا فرمود نه، بل مؤمنین بل مؤمنات، یعنی قلب اونها با زبان یکسانه. و مرحله بعدی ایمان ایه که عمل هم میکنن بر اساس گفتار. قلب عمل میکنن در مقام خانواده و فرد جامعه. تعبیر گفتار و کردارش یکیه. بله. مرحله سوم والقانتین والقانتات. بعد از اینکه اسلام آورد، ایمان را در خود ایجاد کرد، بعد مرحله قنوت میرسه. بله. قنوت یعنی اطاعت همراه با تواضع. بله. بندگی خدا را میکنه اما بر کسی هم منت نمیگذاره. بله. از کسی توقع احترام نداره که چون من بندگی خدا را کردم همه باید بر من بکنید، به من سلام بکنید. اتفاقا او همه او اول از همه به همه سلام میکنه. بله. چون بیشتر بندگی خدا را کرده بیشتر متواضع هست. بله. این مرحله بیشتر با تواضع و به تواضع تندی نزد محراب همان بکی کنه پشتت خم. هر بله. جا که نمیشه که تواضع. ماشاءالله. این مرحله اول که مراتب ایمان ره در کنار مرد زن اشاره کرد. مرحله دوم که اسباب سعادت ره ای آیه شریفه بیان میکنه، فرمود و صادقین و صادقات. مردان راستگو و راستین و زنان راستگو و راستین. یعنی اولین مرحله سعادت انسان صداقته. زبان در سعادت انسان بسیار نقش داره. در یک روایت داریم که ایمان انسان مستقیم نمیشه مگر ای که قلب او مستقیم بشه، یعنی راست بشه. قلب انسان راست و مستقیم نمیشه مگر ای که زبان انسان راست و مستقیم بشه. یعنی زبان اثر در قلب میگذاره و قلب در عمل اثر میگذاره. بس اولین خشت سعادت کنترل زبان هست، صداقت در زبان. اینجا فرمود مرد صادق، زن صادق. خیلی. و صابرین و صابرات. مردان صابر و زنان صابر.
دومین عامل در سعادت انسان صبر و استقامت. هر کس به هر جایی که رسید، چه نظر مادی چه نظر معنوی، صبر و استقامت داشت. اگر انسان صبر و استقامت نداشته باشد، نه در دنیا نه در آخرت به موفقیت نخواهد رسید. عامل سوم برای سعادت فرمود والخاشعین والخاشعات، مردان خاشع، زنهای خاشع. خاشع یعنی چی؟ ترک تکبر. یکی از عواملی که بسیار در زندگی و سعادت انسان مؤثر هست ترک تکبره. باور کنید که آنقدر که تکبر انسان را به زمین میزنه، هیچ عامل دیگری نمیزنه. جاه طلب نباشه انسان، وظیفه خودش انجام بده و از خداوند شکر کنه، تشکر بکنه که موفق شده به این، نه که تکبر بکنه خودش بگیره بالا غرور بشه. بله، بس این مرحله دوم از بالا نشینی رتبه پیدا نکرد، راه با هموارگی از کوه بالا میرود. آفرین، ماشاءالله. این اشعار زیبای شما ما رو به یک فضای دیگر میبره، ولی خب بحث رو باید ادامه بدیم. پس مرحله اول مراحل ایمان ای آیه مطرح فرمود، مرحله دوم از باب سعادت مطرح فرمود، مرحله سوم نقش اجتماعی را مطرح فرمود. بله، یعنی اسلام یک دین اجتماعیه. نمیشه بگه ما اخلاق ما که خوبه، با زن بچه خودم که خوبیم، نماز خودم که میخوانیم دیگه، ما به اجتماع چه کار داریم؟ نه، قرآن میگه اخلاق شما خوبه، ایمان شما خوبه، جاه طلب نیستید، اهل صبر استقامتید، ولی جامعه هم بله باید نقش خودتان بازی کنه، عضو جامعه. مثال کشتی رو به خاطر همین زدم، شما در داخل کشتی زندگی میکنید، پس سعادت دیگران برای شما باید مهم باشه. بله، مشکلات مردم باید برای شما مهم باشه. ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که کسی که شب را به صبح برسانه و به امور مسلمان ها اهتمام نورزه و جوش مسلمان ها را نخوره، فلیس به مسلم، به خاطر همینه. مسلمان نیست. مسلمان نیست. یا کسی بگه به ما چه ربطی داره؟ ما چه قم مردم بخورم؟ ای پیامبر فرمودن که مسلمان نیست. مسلمان واقعی نیست. بلا که خب نماز چه میخوانه؟ مسلمان واقعی اونه که به فکر مردم هم باشه. لذا این قسمت آیه بسیار زیباست، فرمود والمتصدقین والمتصدقات، مردان اهل صدقه و خیر و زنان اهل صدقه و خیر. این بحث اجتماعیه، یعنی یک فرد امکان داره که اخلاقش بسیار خوب باشه، ایمانش خوب باشه، ولی در کنار او میگه من نسبت به ضعفای جامعه وظیفه دارم، نسبت به ایتام وظیفه دارم، نسبت به نیازمندان وظیفه دارم، زن هم وظیفه داره. اتفاقا زن در کنار مرد میتونه بسیار نقش داشته باشه. خیلی وقتا ممکنه که یک مردی دوست داره که به فقرا رسیدگی بکنه، بانوی محترم میگه کجا میخوای خرج بکنی؟ بله، ما هنوزم جا برای خرج کردن خودم دارم. چراغی که در خانه رواز در مسجد حرامه، این مثل را هم میگن، ولی بانوی محترم باید دقت داشته باشه که اگر شوهر عزیز شما در جامعه خدمت میکنه، خدا ده برابرون به شما میده. چراغ دلت روشن میکنه. بله، در آخرت خدا به شما بهترین جایگاه ها رو میده. وظیفه شرعی شماست. خداوند در کنار مرد زن رو هم نام برد. امکان داره گاهی زن از ثروتی برخوردار باشه، به او ارثی رسیده. ما وقتی نگاه میکنیم در جامعه واقعا نمونه های خیلی زیبایی میبینیم، مثلا جناب گوهرشاد بیگم، یک زن بسیار فهمیده و ثروتمند بود. خب جواهراتی برای او از باب هدیه داده بودن، مهریه او بود، بالاخره رسیده بود به اون. با اینها چه بناهای خیری بنا کرده، مسجدهای بسیار زیبا، نه همش صدقه جاری جامعه، که تا زمانی که در ای یک شخص نماز بخونه، در اونجا خطبه خوانده بشه، نماز خوانده بشه، عبادت بشه، دعا بشه، و بانو از او فیض میبره. بسیاری از موقوفات، موقوفاتی که بانوان محترم وقف کردن. یکی از زیباترین شاخه های خدمات اجتماعی بحث وقفه.
یک خانه خودش، یک بانوی معتدم کتابخانه میکنه، تا زمانی که این جوان ها اونجا مطالعه میکنن او ثواب میبره. یک بانوی معتدم خانه خودش بیمارستان میسازه، درمانگاه میسازه، تا زمانی که اونجا او بیماران شفا پیدا میکنن، دعا میکنن برای او. مدرسه میسازه، این اطفال درس میخوانن، حوزه علمیه میسازه، یتیم خانه میسازه. پس بنابراین المتصدقین و المتصدقات، این نقش اجتماعی زن هست. زن نگه که مکت پولی ندارم، تو شوهر تشویق کن، شوهر تشویق کن که دست به خیر بشه. نه که خدایی نکرده گاهی اگر شوهرم قصد خیر داره شما منعش کنه، این رقم نباشه.